درود بر شما همراهان کانال شبرو و ممنونم از لایک و سابسکرایبتون همراهان عزیز با فشردن کلید زنگوله میتونید از جدیدترین داستانهای ما قبل از بقیه با خبر بشید بریم که با هم داستان واقعی امروزمون رو بشنویم اون روز هوا بارونی بود خیلی بد بارون میزد از آسمون انگار میخواست سنگ بباره منم که عاشق هوای بارونی کلا یکی از فانتزیام این بود که توی هوای بارونی برم توی خیابون بگردم خوشم میومد وقتی بارون به شیشه ماشین میخورد حس خوبی به هم دست میداد دوست داشتم آهنگ ابی رو بذارم توی ماشین و صداش رو تا آخر زیاد کنم و فقط برم توی خیابون بگردم یعنی اکثر مواقع کارم همین بود بیشتر اوقاتم میرفتم دنبال رفیقام و با رفیقام میرفتیم بیرون اون روز به هر کدوم از رفیقام که زنگ میزدم یا میگفتن ولش کن حال داری تو این هوا یه می میگفتن نیستی به خاطر همین خودم تنها رفتم همینجوری که داشتم خیابونا رو نگاه میکردم دنبال یه قهوه فروشی بودم گفتم تو این هوا قهوه میچسبه که بخورم و همینجوری واسه خودم دور دور کنم توی همین فکرا بودم که یه یهو دیدم توی ریسگاه اتوبوس یه دختری وایساده حالا بارونم اونقدر شدید بود که نگو اون لحظه انگار یه ماشینی با سرعت از کنارش رد شد و آب به شدت ریخته بود روش لباسش تمام خیس شده بود دلم برای سو گفتم ولش کن من که میخوام برم یه دوری بزنم خب اینم با خودم میبرم و میرسونم خونهشون دیگه من جلو پاش ترمز زدم بهش گفتم خانم کجا میرید بیاین برسونمتون اونم یه نگاه کرد و انگار مردد بود حتی یه بار دیگه هم به ایستگاه اتوبوس نگاه کرد اما وقتی دید اتوبوس نمیاد وضعیت هوام اینجوریه سوار شد من توی آینه نگاش کردم دختر بیچاره از سرما داشت میلرزید میدونید دختر خیلی خوشگل بود صورت قشنگی داشت ولی خب خیلی هم چاق بود وقتی توی ماشین نشست من یه لحظه احساس کردم ماشین رفت پایین به خدا راست میگم ها صندلی عقب رفته بود پایین انگار وزنش خیلی بالا بود توناژ بالا بود بهش گفتم خانم کجا میرید برسونمتون اونم آدرسش رو بهم داد توی منطقه پایین شهر بودن من برای اینکه نترسه یا حس بدی نگیره بهش گفتم والا من کلا کارم این نیست که مسافر کشی کنم ولی وقتی دیدم شما اینجا ایستادی گفتم از انسانیت بدوره من که میخوام این مسیر رو برم خب شمارم میرسونم اونم کلی ازم تشکر کرد گفت از سر کار اومده بودم و توی ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس بودم که برم خونمون اما امروز نمیدونم چرا اتوبوس نیومد خدا خیرتون بده من اگه نیم ساعت دیگه اونجا میموندم خیس خیس میشدم اون روز یکی اون گفت و یکی من گفتم همین شد باب آشنایی من و اون خانم اون روز از زمین و زمان حرف میزدیم خیلی خوش صحبت بود اصلا یه جوری حرف میزد که انگار دلت میخواست بشینی و فقط به حرفاش گوش بدی من میگم این آدم هرچه یک کلش بد بود اما قیافه و صداش عالی بود تا حالا صدای گوینده های رادیو رو شنیدی خب اون دقیقا این حالتی بود من اون روز خیلی ازش خوشم اومده بود با اینکه این دختر سلیقه من نبود ولی به دلم نشست میدونید گاهی وقتا با یه نگاه آدم از یکی خوشش میاد من اون روز اون اتفاق برام افتاد من به شمارش رو دادم و اونم شمارم رو گرفت و گفت که ازم خوشش اومده از فرداش کارمون این شده بود که یا اون بهم زنگ میزد یا من به زنگ میزدم کم کم رابطمون خیلی جدی تر شد حدی که حتی به ازدواج باهاش فکر می کردم. میدونید عشق واقعا خیلی غیرمنتظره اتفاق میافته. تو اصلا فکر نمی کنی یه روزی بخوای عاشق آدمی بشی که با طرز تفکرات تو خیلی فاصله داشته باشه. من همیشه دوست داشتم با یه دختر خوشگل و قد بلند و لاغرندام ازدواج کنم. اصلا فکر نمیکردم با یه دختر اینجوری بخوام ازدواج کنم. من و این دختر مثل فیل بودیم. من لاغر و قد بلند اما اون خیلی چاق بود از لحاظ خانواده هامونم جفتمون توی یه صد بودیم هر دوتامون میشه گفت معمولی رو به پایین بودیم من از دار دنیا فقط یه پراید داشتم و دیگه هیچی وقتی رفتم خواستگاری این دختره پدر و مادرش مخالفتی نکردن و بدون هیچ سنگ اندازی اونو به ام دادن. در نهایت من و این دختره با هم ازدواج کردیم. ما توی دوران نامزدی که بودیم یه وقتایی می دیدم که خانمم گاهی که یه دختر خوش هیکل رو می بینه یه جوری میشه. همیشه به می گفت که من اگه یه پولی دستم بیاد حتما میرم پیکر تراشی می کنم. می گفت، اصلا با رژیم لاغر نمیشه. این یه مشکلی که داشت این بود که بدنش با رژیم عفونی میشد یعنی اگر رژیم میگرفت و یه کمی غذاش کم میشد و بدنش ضعیف میشد سری بدنش عفونت میکرد و کارش به بیمارستان میکشید میگفت خیلی باشگاه رفته و خیلی سعی کرده که رژیم بگیره ولی نمیتونه البته مامانش هم همینجوری مثل خودش بود انگار اینا ژنتیکی اینجوری بودن من که دیدم این علاقه به این کار داره یه کاری کردم میدونم شاید اصلا کارم دیوونگی محض بوده ولی خب کردم دیگه الان بهتون میگم چیکار کردم من روز تولدش ماشینم و فروختم و براش پیش بهترین دکتر تهران وقت گرفتم که بره و این عمل پیکر تراشی رو انجام بده وقتی به خانمم این قضیه رو گفتم کلی خوشحال شده بود محکم بغلم کرد و جیغ میکشید و خوشحال بود یه سره ازم تشکر میکرد میگفت منو به آرزوهای بچگیم رسوندی همیشه من وقتی میرفتم جایی به خاطر این هیکلم از خراب میکردم. همیشه وقتی میخواستم برم مهمونی سختم بود. مجبور بودم لباسای آزاد بپوشم که گوشت بدنم بیرون نزنه. ایشالله هر چی که دلت میخواد خدا بهت بده. ولی من اشتباه می کردم. حالا بهتون میگم چرا. فکر کنید من از دار دنیا فقط یه پراید داشتم که اونم بعد از سه سال کار کردن گرفته بودمش مامانم وقت شنید خیلی ناراحت شد گفت پسر چرا این کارو کردی من نمیگم تو زن تو دوست نداشته باش ولی اینکه تو سرمایه زیر پاتو ماشین زیر پاتو فروختی اونم واسه نامزدی که هنوز با آی زیر یه سقف نرفتی این کارت اشتباهه مامانم که اینو گفت من عصبی شدم با مامانم کلی بحث کردم گفتم چیه مامان چرا داری از همین الا مادر شوهربازی بازی در میاری گفتم این زن ای دوستش دارم دوست دارم براش این کار انجام بدم ماشینم رو مگه شما برام خریدین که دخالت میکنین من خودم کار کردم خریدمش دوست داشتم الانم برای زنم بفروشمش من اون روز دیدم که مامانم خیلی ناراحت شد ولی بند خدا دیگه حرفی نزد من این آدم رو بردم و عمل پیکر تراشی رو انجام داد به خدا چندین ساعت پشت در اتاق عمل منتظرش بودم پیکر تراشی خیلی عمل سنگینیه اونایی که انجام دادن میدونن چی میگن خیلی هم میگن دردناکه حدود چند ساعتی توی اتاق عمل بود و وقتی هم که اومد بیرون تمام تنش پر از بقیه بود اونقدر درد میکشید که نگو با هر درد اون انگار من درد میکشیدم یه هفته از سر کارم مرخصی گرفتم و خونه مادرش پیشش موندم و ازش پرستاری کردم همش استرس داشتم و میگفتم نکنه مادرش بهش نرسه نکنه بدنش عفونت کنه به خدا اگه بخوام دروغ بگم هر روز میرفتم براش آب هویج و آب سیبه تازه میخریدم که بدنش ضعیف نشه بعد از یه مدتی کم کم سر پا شد جای بقیه بعد از دو ماه خیلی کمتر شده بود ولی هیکلش واقعا خوب شده بود یعنی بهتون چی بگم این بازیگرای خارجی رو دیدین یا مثلا این مدل خارجی مثل کیم کارداشیان و اینا این حالتی شده بود شکمش تخت یه ذره باسن و یه کمی بالا تنه داشت فوقالعاده شده بود این دختر صورتش هم که خوشگل بود اصلا یکی دیگه شده بود هرچی میپوشید بهش میومد من از دیدنش واقعا لذت می بردم. خودش هم همینطور. ولی می دونید چی شد؟ این وقت خوشه کل شد. انگار خودشو گم کرد. دیدم هی اوایل به شوخی میگفت گفت می دونی من وقتی میرم بیرون خیلی ها به هم شماره میدن من با تعجب بهش نگاه کردم. تو دلم می گفتم مگه آدم حتی به شوخی هم یه همچین حرفی رو به شوهرش می زنه. ولی خب چیزی بهش نمی گفتم. یه روز دیگه دیدم با خنده میگه من اگه با تو ازدواج نمی کردم با چه آدمایی میتونستم ازدواج کنم اینا رو اوایل به شوخی میگفت اما کم کم می دیدم که رابطهش با هم سرد داره میشه تا جایی که یه روز برگشت و بهم به گفت ببین من میخوام منطقی با صحبت کنم من میتونم با موقعیت هایی بهتر از تو ازدواج کنم موقعیتش هم الان برام پیش اومده به خدا عین همین جمله رو گفت به جون مامانم اگه بخوام دروغ بگم ازم کلی عذرخواهی کرد و گفت من دیگه نمیخوام باهات ادامه بدم فکرشو بکنین آدمی که من به اینجا رسوندمش منی که ماشینم و فروختم بره خانم پیکر تراشی کنه و حالا به یه جای و اندام ایدئالی رسیده بود و یکم قیافش تغییر کرده بود میگفت تو در حد من نیستی میتونید تصور کنید که من چه حالی داشتم من بزرگترین ضربه زندگیمو از این آدم خوردم من تازه بعد از این قضیه به حرفای مامانم رسیدم که بیچاره میگفت تا تکلیفت مشخص نشده و زیر یه سقف و هم نرفتیم نباید این کارو میکردی ای خدا من چرا اون روز با مامانم اینجوری رفتار کرده بودم خیلی راحت دختره ولم کرد میدونید به نظر من بعضی از دخترها اصلا جنبه محبت و پول ندارن باورتون میشه من وقتی طلاق گرفتم مامانم اصلا یه بارم نگفت که آره من بهت گفتم که اینجوری میشه اونجوری میشه به خدا که مامانم فرشته بود من حالم به خاطر این طلاقم بد بود همون زمانا بود که بابا من فوت کرده بود یعنی بدترین اوضاع و شرایط اون زمان داشتم زندگیم یه جورایی کن کنفیکون شده بود با خانوادگی خیلی حالمون بد بود. توی اون شرایط من بیشتر اوقات سعی کردم که کنار مامانم باشم چون میدونستم که چقدر به بابام وابسته بوده. حتی شبا میرفتم و پیشش میخوابیدم چون میدونستم شبا همیشه بابامو بغل میکرد و میخوابید. گفتم بذار منم تو بغلش بخوابم تا آروم بشه مامانم. مامان و بابام یه عمری عین تازه عاشق مشوقا بودن یعنی بابای من اگه میخواست آب بخوره اول از مامانم نظر میخواست میدونستم برای مامانم چقدر سخت دوری از بابام مرگ بابا ما نمیتونستیم قبول کنیم آخه بابای من سالم بود صبح خیلی آروم بود و نشست پیش همو صبونه خوردیم و رفت بیرون و سکته کرد به همین راحتی فوت کرد حدود دو سالی را به همین صورت من و مادرم گذراندیم آخه خواهر من یه شهر دیگه زندگی میکرد و نمیتونست دائم بیاد و بره من اکثر مواقع از سر کار که می اومدم خونه برای مامانم غذا درست می کردم. میدونستم که از صبح هیچچی نمیخوره و میدونستم که هنوز برای بابام ناراحته. خیلی بهش می رسیدم. کلی باهاش صحبت می کردم. حدود سوم سالگرد بابام بود که داشتم تدارک میدیدم که مامانم برای سالگرد بابام خیرات بده. میخواست حلوا درست کنه. رفتم لوازم حلوا رو بخرم که بیارم یهو دیدم یه دختری پیش مامانمه یه دختری که انگار با مادرش اومده بود من خیلی به اون دختره نگاه نکردم این انداختم پایین و رفتم داخل اینا که رفتن مامانم برگشت بهم گفت این دختره چه شکلی بود گفتم یعنی چی که چه شکلی بود گفت مورد قبولت بود گفتم نمیدونم چطور مگه گفت تو سه سالی که زنی تو طلاق دادی دیگه باید ازدواج کنی تا آخر عمرت که نمیتونی پیش من باشی این دختر خیلی دختر خوبیه مورد تایید منم هست این دختره خیلی خانومه خیلی بسازه من این بار تصمیم گرفتم که به حرف مامانم گوش بدم گفتم دفعه قبل که خودم عاشق شدم و ازدواج کردم اونجوری عذاب در من بذار یه دفعه به حرف مامانم گوش بدم هرچی باشه تجربه خانوماتو رو هم بیشتره بالاخره همجنسای خودشونو بهتر میشناسم این دختری که من قرار بود باش ازدواج کنم یه دختر چادری بود مورد پسند مامانم بود مامانم خیلی ازش تعریف میکرد رفتیم خواستگاری و اتفاقا به همون جواب مثبت دادن آخه شرایط دختره هم مثل شرایط من بود اونم قبلا نامزد داشت و از نامزدش جدا شده بود به خاطر همین شرایطمون به هم میخورد خلاصه که با این خانم نامزد کردم و قرار بود که پنج شش ماهی رو نامزد بمونیم و بعدش بریم سر خونه زندگی خودمون من تنها شرطی که برای این دختره گذاشتم این بود که باید به مادرم خیلی احترام بذاره چون مامانم خط قرمز زندگی بود و دومین شرطی هم که گذاشتم این که باید برم پیش مامانم زندگی کنم چون مامانم تنها بود این دخترم قبول کرد و گفت که مشکلی نداره گفت اتفاقا مامانم خیلی دوست داره اینجوری شد که من با این دختره ازدواج کردم این دختره تو دوران نامزدی هفته دو شب میومد خونمون من خب همیشه عادت داشتم پیش مامانم میخوابیدم دیگه گفتم بهتون که چون مامانم خیلی وابسته به بابام بود من کلا همیشه پیش مامانم میخوابیدم ما که نامزد کردی من گاهی وقتا میرفتم پیش مامانم نه که پیش نامزدم نرما، ولی خب پیش مامانمم میرفتم مثلا میرفتم پیش مامانم میخوابیدم و بغلش میکردم مامانم اصلا به ام گفت بیا من خودم میرفتم خانومم به این قضیه حساسیت نشون میداد میگفت تو برای چی وقتی من خونتونم باید بری پیش مامانت بخوابی و نصف شب باشی بیای پیش من تا مامانتو خواب نکنی نمیتونی بیای پیش من مامانت مگه بچه است یهو یه دیدم از دهنش در رفت و گفت حالا خوب مامانت یکی داره اینو که گفت من شوکه شدم با تعجب نگاش کردم و گفتم چی گفتی دیدم به لکنت افتاد گفت به خدا معذرت میخوام چیزی نگفتم عصبی بودم و یه چیزی از ذهنم در اومد کلی هم ازم عذرخواهی کرد من فکر کردم این حالا یه چیز رو از خودش در آورد بی خیال این قضیه شدم همه چیز همینجوری ادامه داشت تا اون شب همراهان عزیز از اینکه تا اینجای داستان با من همراه بودید از شما کمال تشکر رو دارم و ممنون میشم که با لایک و سابسکرایبتون از ما حمایت کنید بریم که با هم ادامه داستانو بشنویم همه چیز همینجوری میگذشت تا اون شب اون شبی که من رفتم پیش مامانم بخوابم و احساس کردم زیر پتو توی رخت خواب انگار یه چیزی است انگار که پام به یه چیز لزج مانندی برخورد کرده بود همینجور که داشتم میدیدم چیه همون لحظه مامانم پا شد بره سرویس بهداشتی من برق روشن کردم که ببینم چیه اگه بهتون بگم چی بود شاید باورتون نشه یکی از لوازمی که توی رابطه ازش استفاده میکنن حالا اسمش رو نمیبرم خودتون دیگه متوجه این که من چی میگم اون بود مشخص بود که تازه ازش استفاده شده. انگار یکی ازش استفاده کرده بود و یادش رفته بود به اندازه توی سطل زباله. من چون زنم نسبت به این ماده حساسیت داشت اصلا از این وسیله توی رابطه باش استفاده نمیکردم کردم. می که مال ما نیست. پدرم هم که فوت کرده بود. ولی اینکه این, وسیله اینجا چی کار میکرد باعث تعجبم شد من اون شب یهو یاد حرف خانمم افتادم که چند وقت قبل بهم گفت مامانه دکیو داره باز با خودم گفتم نه دارم اشتباه میکنم آخه اصلا به قیافه مامانم نمیخورد که با کسی باشه مامانم هنوز عکسای بابامو بغل میکرد و گریه میکرد اون کاندومی که من زیر پام حسش کردم استفاده شده بود و خیس بود انگار آب اون قسمت یه مرد داخلش بود من اصلا دچار دو دوگانگی شده بودم میخواستم از مامانم بپرسم اما روم نمیشد میرفتم چی بهش میگفتم تصمیم گرفتم برم به خانمم بگم و گفتم این یه چیزی رو میدونه که اون شب یه همچی حرفی رو زده خلاصه که تا صبح صبر کردم فرداش به زنم گفتم که بیا خونه ما کارت دارم مامانم هم اون روز خونه نبود زنم که اومد بهش گفتم تو چند وقت قبل گفتی که مامانم یکی رو داره منظورت چی بود از این حرف؟ دیدم میگه او هنوز اونو یادته بابا بی خیال حالا یه چیزی گفتم دیگه گفتم نه راستشو به من بگو من میدونم یه چیزی هست که داری از من پنهون میکنی من یه چیزایی رو دیدم شک دارم به حرفت بهتره که بهم هم بگی وگرنه اگه بعدا متوجه بشم از دستت ناراحت میشم دیدم سرشو انداخت پایین و انگار دو دل بود از اینکه بگه یا نگه بالاخره به حرف اومد و گفت به خدا من نمیدونم چی بهت بگم گفتم خیلی راحت بگو چی شده یعنی من انتظار شنیدن هر چیزی رو داشتم الا چیزی که زنم اون روز بهم گفت یعنی اگه میگفتن باباد از قبر اومده بیرون من باورم میشد ولی این چیزی که شنیدم و اصلا باور نمیکردم گفت مامان من زن سیغهی اموی زنمه اموی زنم توی کوچه ما خونه داشت اصلا شوکه شدم از این حرفش گفتم یعنی چی سیغشه کی سیغش شده من که همش توی خونم گفت وقتایی که تو سر کاری اموی من اکثرا میاد اینجا ما میدونستیم یعنی خیلی هم میدونن فقط تو در جریانش نبودی اموشو میشناختم چند سال پیش زنش فوت کرده بود اما چجوری مامان من با این آدم بود پس واسه همین بود که ای به من اصرار میکرد که تو چرا نمیخوای ازدواج کنی باورش برام خیلی سخت بود زنم گفت اموی من اکثر روزا خونه شماست گفت میخوای فردا بیای خودت با چشمای خودت ببینی گفتم مامان من اگه این کارو کرده چرا به من چیزی نگفته گفت به خاطر اینکه تو اونقدر بهش وابسته ای اونقدر از پدرت پیشش تعریف میکردی که مامانش سختشه که بخواد بهت چیزی بگه مامان حق زندگی کردن داره تو هر شب میریم شدی بهش که چی فکر کردی مثلا تو میتونی جای شوهرش رو براش پر کنی من گفتم تا با چشای خودم نبینم باورم نمیشه فکرشو بکنید مادر شما سیغه یکی دیگه بشه و کلی عالم و آدم بدونن فقط خودتون ندونی این خیلی درده ها خیلی مادری که و عکس پدرمو میگرفت و گریه میکرد تا این حد یعنی نقش بازی میکرده من فرداش اصلا سر کار نرفتم از در خونه خارج شدم و همون جاها نزدیک خونه قایم شدم که ببینم چه خبره توی زندگیمون هنوز نیم ساعتی نشده بود که از خونه اومدم بیرون که عموی زنم همون که میگفت مامانم سیغشه رفت توی خونمون تازه کلیدم داشت نمیدونید که اعصابم چقدر به هم ریخته بود نمیدونستم دارم چی کار میکنم اون روز از دیوار پریدم و رفتم توی خونه نمیخواستم که متوجه من بشم آخه اگه در رو باز میکردم ممکن بود که صدای در رو بشنوم من آروم رفتم سمت ای که به اتاق مامانم راه داشت نمیدونید که توی همون لاف و که من کنار مامانم میخوابیدم مامانم اونجا دراز کشیده بود و اون مردم داشت لباساشو عوض میکرد یعنی من تمام این صحنه ها رو داشتم میدیدم دلم میخواست که خودم رو بکشم این مرد بعدش رفت پیش مامانم و به بدنش دست کشید مامانم یه جوری بود انگار خیلی خوشش میومد از این کار اصلا باور نمیکردم این آدمی که اینجاست مادر منه احساس کردم یه زن غریبه است مامانم خودش باهاشو باز کرد و اون مردم رفت سمتش من دیگه نتونستم اونجا بمونم بدون هیچ حرفی از خونه اومدم بیرون الان یه دو هفته ای هست که از این قضیه داره میگذره دیگه بر نگشتم خونمون خونه ی مادر خانومم هستم بعد از این قضیه مامانم خیلی بهم به زنگ زد هی میگه بیا تا به توضیح بدم متوجه شده که من همه چی رو فهمیدم ولی دیگه نمیخوام ببینمش میدونید میخوام یه چی بهتون بگم توی زندگیتون هیچ وقت سعی نکنید که صد خودتون رو برای یک کسی بذارید. میخواد طرف مادرتون باشه یا همسرتون یا هر کی که میخواد باشه. من شبانه روز پیش مادرم بودم. من حتی شبا پیش خانومم نمیخوابیدم و میرفتم پیش اون که اون نبوده بابا ما احساس نکنه که اون حالش خوب باشه. به خدا از سر کار که میومدم خسته و کوفته براش غذا درست میکردم که اون گشنه نبونه که اون سختی نکشه. حالا آخرش اینجوری عذاب در اون از من همه چیزو مخفی کرده بود اون زنی که من اول باهاش بودم و ماشینم و براش فروختم و صد خودم و براش گذاشتم اونجوری به امخیانت خیانت کرد اینم که از مادرم به نظر من همیشه سعی کنید توی زندگیتون کم باشید اندازه باشید به خدا جامعه ای ما اونایی که کمن اونایی که برات هیچ کاری نمیکنن و بیشتر دوست دارن و بیشتر خاطر دارن تا اون آدمایی که همینجوری دم دست بقیه باشن و براشون هر کاری بکنی اونا بهت ضربه های سختی توی زندگی میزنن ممنونم که شنونده داستان زندگی من بودید و خوشحال میشم که نظرات خودتون رو راجع به داستان زندگیم حتما داخل کامنت ها بنویسید. همراهان عزیز چنانچه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید